طرز تهیه شیرنی دانمارکی. مواد لازم این شیرنی خوشمزه در ویدیوهای قبل توضیح داده شده. طرز تهیه خمیر شیرنی دانمارکی و طرز تهیه کرم پاتیسیر که قراره در لای این شیرنی به کار برده بشه. این خمیری هستش که ما قراره روش کار کنیم. ابتدا سطح کارمون رو کمی آرد می پاشیم و خمیر رو روش قرار می دیم. کمی هم آرد روی خمیر دانمارکی می پاشیم و خمیر رو کاملا باز می کنیم تا جایی که به قطر نیم سانت برسیم. دور خمیر رو می بریم تا اینکه یک خمیر چارگوش یک دست به دست بیاریم. بعد با کاتر 5 تیغمون سعی میکنیم که چارگوش هایی به سایز 7 سانتی متر در 7 سانتی متر ببریم. تعداد خمیرهای بریده شده زیاد هستن. من اونها رو به دو قسمت تقسیم کردم چون میخوام دو نوع شیرنی دانمارکی درست کنم. حالا خمیر چارگوش بریده شده رو مانند بقچه میبندیم. باید حتما مرکز خمیر بسته شده رو با انگشتمون پرس کنیم تا چارگوش خمیر به هم اومده کاملا به هم بچسبن. روی خمیرها رو با کاغذ روغنی یا دستمال تمیزی میپوشونیم و به مدت 10 دقیقه استراحت میدیم. بعد از 10 دقیقه استراحت سعی میکنیم که در وسط خمیرها کمی بیشتر جا باز کنیم تا بتونیم کاستارد رو درونش جا بدیم. کاستاردی رو که از قبل تهیه کردیم درون قیف میریزیم و سر قیف رو با قیچی میبریم و در وسط خمیرها میریزیم. یک عدد زرده تخم مرغ رو با دو قاشق سوپ خوری شیر مخلوط میکنیم، هم میزنیم و بعد با قلم مو روی خمیرها میکشیم تا در پایان کار سطح شیرنی هامون خوش رنگ بشه. از بادوم ورقه شده و خلال پسته برای تزیین شیرنی هامون استفاده میکنیم. فر رو از قبل با حرارت 180 درجه سانتیگراد گرم کردیم و شیرنی ها رو به مدت 18 تا 20 دقیقه درون فر قرار میدیم. حالا نوبت نیمه دوم خمیرها هست. کرم پاتیسیه رو به صورت اوریب روی خمیرها میریزیم. حالا دو سر خمیر رو به صورت اوریب روی هم میاریم و با انگشتمون دو سر به هم اومده خمیر رو پرس میکنیم تا کاملا به هم بچسبن و کاستارد از خمیر بیرون نزنه. مجدداً به خمیرها 10 دقیقه استراحت میدیم و بعد از 10 دقیقه با تخم مرغ و شیر مخلوط شده روشون رو میپوشونیم. خمیرها آماده رفتن به درون فری که از قبل با 180 درجه سانتیگراد گرم کردیم هستن که زمان پخت هم 18 الی 20 دقیقه در نظر گرفته شده. شیرنی های ما آماده شدن.
3 قاشق سوپخوری شکر رو با 2 قاشق سوپخوری آب مخلوط میکنیم و روی شعله میذاریم تا قوام بیاد. بعد با قلمو داغ داغ روی شیرنی ها میکشیم تا شیرنی های ما براق بشن و بالانس شیرین بودن شیرنی ما حفظ بشه. از این رویه شیرنی دوم ما با خاک قنده. عزیزان، امیدوارم این شیرنی خوشمزه رو درست کنید و از خوردنش لذت ببرید. تا ویدیوی بعد، روز و روزگار خوشی رو براتون آرزو میکنم.